در هفته هایی که گذشت شاهد قتل فعالین سیاسی اجتماعی به بهانه‌ها و تحت عناوین گوناگون بودیم. پیرامون این مسئله و ضرورت و روش های مقابله با اون گفتگوی داریم با ارژنگ بامشد. بینندگان عزیز، در ارتباط با آخرین تحولات کشورمون با ارژنگ بامشاد گفتگو داریم. رفیق ارژنگ سلام و درود بر شما. سلام بر تو رفیق عزیزم و سلام بر شنوندگان و بینندگان تلویزیون راه کارگر. متاسفانه در هفته‌ای که گذشت اخباری که از ایران دریافت کردیم بسیار دردناک بود. اخبار مربوط به خودکشندن های جدید دکتر سید کاووس سید امامی رو، خبر خودکشیش رو داشتیم که به قول پسرش باور نکردنی بود و فکر میکنم هیچ کسی هم باور نکنه، خبر وخامت حال زندانیان سیاسی مثل آتنا دائمی و گلرخ ایرایی رو داشتیم که در پی اعتصاب غذای خشکشون حالشون خیلی وخیمه. خواستم به طور کلی مقدار در این رابطه صحبت بگیم که اساسا ویژگی های موج جدید سرکوب چیست و چه میشه کرد در این رابطه و چه باید کرد؟ ببینید، ما از بعد از این خیزش دیما شاهد یک تاکتیک هستیم در سرکوب جمهوری اسلامی، که اون تاکتیکی هستش که اساسا یک سرکوب بیرحمانه است ولی بیهیاهو میخوان به شکلی موضوع رو پیش ببرن، ضمن اینکه با خشونت تمام. ما اگر در جنبش 88 فقط شاهد 3 یا 4 نفر بودیم از شهدایی که در قهریزک شهید شدن، بعد گفتن اینا منینژیت گرفتن و از این حرفا، الان میبینیم الان دیگه داریم وارد 11 دوازدهمین فردی میشیم که شهیدی میشیم که میکشن تو زندان و بعد خودکشی کردن. و اینقدر هم این مسئله مسخره هست و اینقدر باور نکردنی هست و اینقدر رذیلانه هست که خودشون برای توجیهشون حتی نمیتونن مثلا نماینده های مجلس یا بعضی از کسانی که در درون خود حاکمیت اعتراض دارن را قانع کنن. مثلا میبینیم که روز چهارشنبه حتی مثلا احمد نژاد در جلوی دادگاه میگه که آقا چجوری هست که شما دستگیر میبرید و جنازه تحویل میدید؟ خب مثلا احمد نژاد خودش کسی است که خب رئیس جمهوری مملکت بوده 8 سال و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یعنی حتی در درون خود حاکمیت هم میدونن که اون نیروی مسلط که نیروی دستگاه ولایت هست و ارگانهای سرکوبش هست و در این مورد مشخص مثلا در مورد کاووس سید امامی اطلاعات سپاه بوده قانع کننده نیست. و توجیهاتی هم که میکنن به اینقدر مسخره است که دیروز مثلا فیروز آبادی اومده گفته که اینا نمیدونم جاسوسن، یا کیهان نوشته که اینها جاسوسای غرب بودن، میخواستن در سمنان و شیمیان دنبال مارمولک میگشتن که مارمولک ها رادیواکتیو بررسی کنن. حالا باز ما کم کم به فازی داریم میرسیم که شروع کنن مارمولک های جاسوس رو دستگیر کنن، نمیدونم مارهای جاسوس رو دستگیر کنن و چیزهای از این قبیل. یعنی ابعاد خشونت اونقدر بالاست و بعد وقتی نمیتونن توجیه کنن به وزاریات رو میارن و این مشخصه این دوره است. از اون برم نمیخوان، یعنی میخوان به شکلی وقتی که مثلا فعال محیط زیست را میگیرن، معاون وزیر سازمان، رئیس سازمان محیط زیست را گرفتن به عنوان جاسوس، یا با کلی فعالان این مدافعان حیات وحش را گرفتن، حیات وحش پارسی ها را به عنوان جاسوس و زیر شکنجه میکشن بعد فیلم درست کنن. اینا به نظرم تازه آدم شناخته شده ای مثل کاووس سید امامی که استاد دانشگاه هست و میشناسنش و مثلا کسی بوده که سخنرانی‌های مختلفی داشته، اینا میرن زیر شکنجه میکشن. حالا باید دید که به اون جوانهای بدبخت و بیچاره ای که بدبخت بیچاره به منفی نمیخوام بگم، یعنی کسایی که نامی ندارن در زندان ها چه بلایی سرشون میارن. یعنی ما با یک موج سرکوب به شدت خشن روبرو هستیم که هست. و این تاکتیک فقط به حالا این اصطلاحی که خودکشاندن است، این شکلی از قتل های زنجیریه. یعنی ما وارد فاز خودکشاندن های زنجیری شدیم. حالا 11 مورد هست. خب این 11 مورد مثل قتل های زنجیری بود که در سال 77 از قتل فجیع و جنایتکارانه داریوش و پروانه فروهر بود، بعد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و
بسیار دیگری که در اون دوره کشته شدن حالا هم همین وضعیت هست. یعنی ما با این اونا متوجه شدن که زمین زیر پاشون سفت نیست، نگران هستن. اون جنبش اونچنان ضربه ای زده به این حاکمیت که تعادلش داره به هم میخوره. یعنی تعادلش وقتی که مثلا ببینید که رئیس جمهور سابقشون به عضو مجمع تشخیص مصلحتش میاد میگه این چه مملکتی است که شما میگیرید میرید جنازه تحویل میدید، خب اون داره اعتراض میکنه. یعنی به اینجا رسیده نشون میده که خودشون، یعنی بعضی از حتی اعضای همه هیئت حاکمه ترسیدن از فضا که میگه این فضا ممکنه به هم بریزه، فردا مردم از ما پاسخ میخوان. این به نظرم چیزی هست. در زندان ها از اون برم در کنار این خودکشندن های زنجیره‌ای ما شاهد مرگ خاموش هستیم. مرگ خاموشی که ما نمونه شد در مورد کشتن شاهرخ زمانی دیدیم، هدا صابر دیدیم و ده صد و خورده نفر که اسمشون هست که به این شکل در زندان ها کشتن. و حالا همین وضعیت رو در مورد مثلا فشاری که اینا آوردن روی رضا شهابی و حالا مثلا وضعیتی که آتنا دائمی باش سر کار داره، سهیل عربی باش سر کار داره، گلرخ ایرانی، اینا هم وضعیت ایرانی سر کار داره. اینا وضعیتی است که مثلا مادر سهیل عربی خواسته از همه که بیاید به ما نجات بدید، کمک کنید، نگذارید اینا در زندان از بین برن. این وضعیتی که حالا هست، این وضعیت دیگه، این که مثلا ما بگیم خبرشا و تنها به خبر اکتفا کنیم دوره گذشته است. باید اقداماتی را سازمان داد. یعنی ما باز وارد فازی بشیم که آقا مردم اینجا اونجا مثلا از طریق طرق مختلف، از طریق کانال‌های تلگرامی، از طریق تبلیغات مختلف، از طریق تلفن زدن‌ها، از طریق تماس گرفتن‌ها بریم به این خانواده ها کمک کنیم. وقتی این خانواده ها میرن جلو زندان ها بریم کنارشون، در کنار زندان ها باشیم. این وظیفه آدم‌های شناخته شده، هنرمندان شناخته شده، هنرپیشه‌ها و فعالان مدنی، فعالان سیاسی یا حتی فعالان و تشکل‌های کارگری است که بیان رسما از اینا حمایت کنن. ما باسیم موج درست کنیم که دفاع کنیم. نباید گذاشت وقتی اونا فشار میارن به خانواده کابوس سید امامی که شما مراسم برگزار نکنید، بعد کسی نیاد در کنارتون، نباید اجازه بدین کارو بکنیم. باید بریم وقتی خبرش پخش میشه آدم موج موج برن، مردم طوری هست که بالاخره شرایطی هست که نمیتونه همه رو بگیرن، همه رو ببرن زندان، همه رو. خب این وضعیت که الان هست میبینید که مثلا نرگس حسینی از زندان مصاحبه کرده و گفته من اینجا دارم مثلا زور میگم، من کل جرمی هم که الان مکرر، اگه جرم اسمشو بذارین که من قبول ندارم، دو ماه است چرا من آوردید اینجا 500 میلیون به من وثیقه میخواید. یعنی یک زورگویی آشکار هست. این زورگویی آشکارا بایستی با یک موج حمایت گسترده در هم شکست. چرا؟ برای اینکه در خود حاکمیت به نظرم اون چیزی که ویژگی هست که در درون حاکمیت یک دستی وجود نداره. یک جناح مسلط که دستگاه ولایت هست با زور و ضرب و امکاناتش داره به هم میزنه، به فشار میاره و حتی بخشای دیگه که یک دوره اومدن در کنارش از ترس خیزش دیما نزدیک شدن، حالا متوجه شدن نمیتونن جلو مردم وایستن. بنابراین این فرصتی هستش که بایستی روی نحوه سازماندهی این قضیه کار کرد، به چگونگی بسیج کار کرد، به اعتراض کرد، بیانیه داد، بیانیه‌های مشترک داد. مثلا روشنفکران، نویسنده‌ها، هنرمندان بایستی نامه‌های گسترده بدن. همونطور که وقتی که 32 تا وکیل نامه نوشتن که آقا این وضعیت رضا شهابی نه قانونن، نه اخلاقن، نه به هیچ دلیل قابل قبول نیست، اونا مجبور شدن رضا شهابی رو برای 5 روز مرخصی بدن اصطلاحی. این سوالی که در همین رابطه پیش میاد برجن، اشاره کردی به قطعهای زنجیره‌ای، متأسفانه تفاوتی که در اون دوره وجود داشت بود که بیشتر متوجه چهره های شناخته شده که به هر حال نوعی فعالیت های سیاسی داشتن چه بسا. امروز میبینیم که حتی به کسانی که مثلا در زمینه محیط زیست که ظاهرا یعنی به طور اصولی به اون معنا ضد رژیم نیست به اصطلاح، یعنی یک نفر چند هفته پیش قتل اسمشون رو تصمانه فراموش کردم، خانمی بود که برای سگ‌های ولگرد به اصطلاح غذا می برد، او رو دری از کشتناره. دقیقا این ویژگی رو چطور میشه؟ چرا با تمام کسانی که به نوعی کنشگر اجتماعی هستند رو مورد هدف قرار دادن؟ آیا تلاش میکنن که هزینه فعالیت ها و حضور اجتماعی رو بالا ببرن به این شکل؟ ببینیم ما با وضعیت روبرو هستیم که
اون دوره یه دوره بود که مثلا فعالیت سیاسی را فقط منحصر بود به یک بخشی، یا حتی مثلا جنبش کارگری وقت تعریف میکردن میگفتن جنبش کارگری کارگران، بخشای کارگر مشخص بود. ولی الان ما با شرایط روبرو هستیم که ما با یک جنبش گسترده توده‌ای و متحد روبرو هستیم. امروز نمیتونیم بگیم که جنبش محیط زیست از جنبش کارگری منافعش جداست. چرا؟ برای اینکه برای حفظ وضعیت زندگی بهتر برای مردم محیط زیست احتیاج داریم، همونطور که حفظ کارخونه احتیاج هست. برای اینکه بتونیم این محیط زیست، وقتی صحبت از محیط زیست میکنیم، خب محیط زیست حیوانات هم هست. ما به عنوان بشر حق نداریم که حق حیوانات رو حمل کنیم. و کسی که داره در این رابطه دفاع میکنه از یک ایده انسانی دفاع میکنه. اون ایده انسانی اون چیزی است که با جوهر فکری اونهایی که تاریک اندیشن ناهمخوانی داره. یعنی کسی که تاریک اندیش از تفکر داعشی داره، یک تفکر منجمد عقب مونده‌ای داره که دنیا رو از دریچه بسیار تنگی می‌بینه، تمام این حوادث و تحولات علیهش هست. یعنی کسی که مدافع محیط زیست هست، کسی که مدافع مثلا حقوق حیوانات هست، کسی که مدافع حقوق بشر هست، کسی که حقوق مدافع زنان هست، حقوق کارگران هست، حقوق ملیت ها هست، اینا همه در یک راستا هست. مثلا یک این تفکر، تفکر یک تفکر همبستگی انسانی است. همبستگی انسانی با تفکر داعشی تناقض است. اینجا به نظرم یک درگیری ایدئولوژیک دارند. یعنی اون کسی که میاد با اون خشونت یک زن یا که زن جوانی را که توی هست میره به سگای به قول معروف تنها یا سگایی که در خیابون بی سرپناه هستن، من اصطلاح سگ برگر به کار نمیبرم، توهین است به اونا. این سگ بی سرپناه است، باید به اون حیوان تو در کنارش قرار بگیری و حمایت کنی. به اونا میرن با 30 ضربه چاقو میکشن، نشون دهنده یک تفکر ایدئولوژیک به شدت عقب مانده است. ولی موجی که ایجاد شده الان، این موج یک همبستگی است که به نظر من خود اینا متوجهن، یعنی اون استراتژیاشو متوجهن که اینجا با یک جنبش توده‌ای که داره متحد میشه. واقعیت اینه که جنبش طبقه کارگر اگر بخواد یک جنبشی باشه که به عنوان رهبر جامعه و این جامعه رو هدایت بکنه، نمیتونه بدون همبستگی با جنبش محیط زیست، بدون همبستگی با جنبش زنان، بدون همبستگی با جنبش ملیت‌های تحت استم، بدون همبستگی با جنبش بیکاران، بدون همبستگی با جنبش بازنشستگان کار رو از پیش ببره. و این همبستگی ما داریم جویبارهاش رو میبینیم و اون چیزی که اینا رو باهاش وحشت کردن. مثلا نمونه خیلی دقیقی از این قضیه رو بگیم، مثلا در انگلستان حزب کارگر وقتی که یک مرتبه کوربین اومد به یک شعار جدیدی مطرح کرد، بسیار از گروه‌ها و تشکل‌هایی که تمام این سال‌های گذشته از حزب جدا شده یا تنها بودن به تشکل‌های محیط زیست، زنان، حمایت از خارجی‌ها شکل دادن، یک مرتبه وارد فاز شدن که همه بیان از این جریانی که داره دفاع می‌کنه دفاع کنن، به یک جنبش سراسری ایجاد کردن که از کوربین و از حزب کارگر دفاع کردن که توی انتخابات برنده شد. الان هم ما تو ایران در چنین وضعیتی هستیم. جنبش‌های مختلف دارن میان در کنار هم دیگه و رژیم داره از این در کنار هم قرار گرفتن وحشت می‌کنه. و این وحشت هست که اون جوهر ارتجاعی و داعشی بسیار از نیروها را داره سر بلند میکنه. میبینیم که مثلا بعضی جاها با خشونت تمام وارد میشن. یعنی مثلا اینا وقتی که میان اون سکویی را که دخترای خیابان تو تهران روش وایستادن، میان هول دورش نرده میکشن، نشون میدهند اینه که اینقدر وحشت زده شدن که حتی از اون سکو میترسن که یکی بره با اون سکو مثلا روسریش پرچم بکنه. به نظرم اینجا ما با یک درگیری خیلی حاد روبرو هستیم. تفکر داعشی در ایران منزوی شده و این انزواش باعث شده که اینا به چنگ و دندون دارن با خشونت تمام دارن کار میکنن. حالا تلاش میکنن این خشونت را یک جور لاپوشانی کنن به شکل‌های مختلف. به این خاطر که من میگم یک خشونت به سرکوب خشم و بی‌رحمانه ای هست که سعی میکنن بی هیاهو بی سر و صدا پیش ببرن، ولی با خشونت دارن میکنن. به ما وقتی که جنبش وارد فازی میشه که داره وارد اقدامات عملی میشه، به نظرم ما باید آمادگی اینو داشته باشیم که خشونت ها گسترش پیدا میکنه و بایستی با این موج مقابل. مثلا میبینی که حجم دستگیری ها تو این چند هفته اخیر بسیار بالاست. اینکه چه بلایی سر اینا میارن تو زندان ها، واقعا ممکنه هر روز خطر این وجود داره که خبری از خودکشی بیاد. چرا؟ برای اینکه خودکشندان های زنجیره ای میکشن زیر شکنجه. حالا بعضی جنازه شون رو پرت میکنن توی رودخانه، بعضی رو پرت میکنن توی جلو خونه شون، بعضی رو تحویل میدن به شکلهای مختلف. به این دلیل هست که بایستی اون نیروی مقاومت، این جنبش توده‌ای، یک روی همبستگی خودش کار کنه به طور دقیق، دو بسیج کنه هر تمام نیروها را و
بس همه این نیروها بخواد که وارد این فاز بشن. ما بایستی به نظرم اون جنبشی که هست، جنبش متکی به داخل و جنبش متکی به این نیرو هست. من دیدم که این بیانیه‌ای که 15 نفر نوشتن، گفتن نمیدونن رفراندوم زیر نظر سازمان ملل، مردم ایران نیاز به قیم خارجی ندارن. ما باید با ایده به شدت مخالفت کنیم. مردم ایران مثلا تشکلای سندیکایشون، سندیکای مثلا هفت تپه، سندیکای شرکت واحد، نمیدونم شورای کانون صنفی معلمان، کانون صنفی دانشجویان، بعد تشکلهای زنان که داره هست، تشکلهای محیط زیست، اینا نیروهایی هستن که تو آینده میتونن یک جامعه مدنی قدرتمندی باشن که حتی هر انتخابات رو نظارت کنه. ما نیازی به دخالت خارجی نداریم، باید با این مقابله کنیم. به نظرم این بسیج رو باید از پایین و از داخل کرد، به نگاه به خارج رو قطع کرد، تو این رابطه به خطرناک بودن اونم تو این رابطه مطرح کرد. سپاسگزارم رفیق جنگ پانفلت. خواهش می‌کنم، خسته نباشید. امروز و دو روز آتی، یعنی شنبه و یک شنبه، شهر مونیخ شاهد برگزاری کنفرانس امنیتی سران کشورهای مختلف است. در رابطه با این کنفرانس و مسائل مربوط به اون و همچنین فعالیت‌هایی که از طرف فعالین سیاسی اجتماعی و طرفداران صلح و مخالفین جنگ افروزی‌های امپریالیستی در این شهر صورت می‌گیره، رفیقمون امیر جواهری لنگودی گفتگوی داره با دو تن از فعالین این حرکت، رفقا نرگس نسیمی و آرش دوست حسین، که توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنیم. پیشا پیز لازمه که از اشکالات فنی و صوتی که در انجام این مصاحبه خارج از اختیار ما صورت گرفته از شما عذرخواهی بکنم. امیدواریم که در روزهای آینده گزارشی از فعالیت‌های این چند روز رو بتونیم خدمتتون ارائه بدیم. با سپاس. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون رایکارگر. در سلسله برنامه‌های گفتگو در تلویزیون رایکارگر، امشب پیرامون همایش امنیتی مونیخ در آلمان با شما بینندگان عزیز صحبت و گفتگو داریم. همایش امنیتی مونیخ در آلمان، کنفرانسی در دست بخش خصوصی که در زمینه سیاست‌های امنیت جهانی فعالیت می‌کند. این همایش هر ساله در ماه فوریه در یکی از هتل‌های به نام شهر مونیخ برگزار می‌شود. امسال به فاصله 16 تا 19 فوریه سردمداران دولت‌های قدرتمند جهان برای مذاکره و عقد پیمان‌های امنیتی و سیاسی در مونیخ جمع میشن تا علیه بشریت و آزادی و برابری برنامه‌ریزی و تقسیم کار بین خودشان بکنن. در اون سوی خط با خودم دو تن از رفقایی رو دارم که امشب با ما بحث و گفتگو خواهند داشت بر سر اون چی که در مونیخ میگذره. رفقا نرگس نسیمی، فعال سیاسی و فمینیست، آرش دوست حسینی، فعال سیاسی کمونیست، از اکتیویست‌های حرکت اعتراضی که در مونیخ در دست تدارک و سازماندهی است در برابر این کنفرانسی که ازش صحبت می‌کنم. ضمن سلام درود به رفقای گرامی، خواستم ابتدا پرسشم رو از رفیق نرگس این گونه آغاز بکنم که در این حرکت با توجه به نشانه هایی که از دوره های پیش درش هست، رفقای انترناسیونال آلمان تو تظاهرات نقش و در واقع سازمانگری بهینه‌ای دارن. اساسا نگاه شما به عنوان یک فعال کمونیست به کار انترناسیونالیستی چگونه است؟ خوشحال میشم که این رو با بینندگان تلویزیون رایکارگر در میون بگذارید. من هم سلام میکنم به شما و بینندگانتون و ممنون از این که ما رو به این برنامه دعوت کردیم. نگاه من و یا اساساً نگاه ما افرادی که اینجا توی آلمان با هم در ارتباط هستیم و کار میکنیم به موضوع انترناسیونالیست بودن به این صورت هست که ما وامدار همون نگاهی هستیم که روزا لوکزامبورگ
اینجا به عنوان یک زن از لهستان داشت و اینجا به عنوان یک لهستانی در آلمان برای مبارزات لهستان از اینجا نسخه نمی پیچید، بلکه برای تقویت جنبش در لهستان با مبارزات جاری در آلمان مداخله و فعالیت میکرد و رهبر انقلابی طبقه کارگر بود در واقع اینجا. و یا دوباره نگاه ما از نظر من به شخصه و رفقایی که باشون اینجا من کار میکنم انترناسیونالیست بودن، همون اتکا کردن به پراتیک لنین علیه مواضع شوونیستی و اپورتونیستی انترناسیونال دو و حمایت از روزا لوکسانبورگ و لیبخنشت و سازمان اسپارتاکیست ها بود. و دوباره نگاه مثال های زیادی داریم ما در تاریخ. نگاه من نگاهیه که و دوست دارم وامدار راهی باشم که رفیقمون مثلا چگوارا از آرژانتین پا میشه و میره در کوبا مبارزه میکنه و در بولیوی کشته میشه. و یا نگاه کردن به پراتیک مارکس که زمانی که از آلمان تبعید شد و در انگلستان اقامت داشت با مبارزات طبقه کارگر انگلستان پیوند خورد و در مانیفست که هممون خوندیم، مانیفست کمونیست، اینجوری مطرح میکنه که میگه که این مانیفست کمونیسته چون این کارگران اعتصابی نساجی در انگلستان به خودشون کمونیست میگن. در واقع در جامعه‌ای که بوده توش تاثیر گذاشته و در اونجا فعالیت کرده و تاثیر مستقیم گذاشته توی جامعه‌ای که بوده. این نگاه کلیه که منش به شخصه و رفقایی که باشون کار میکنم دارن و اگر غیر از این باشه من نمیتونم مثلا همچین همکاری داشته باشم باشون. ممنون. آرش عزیز، همونطور که در مقدمه گفتم اشاره داشتم، این کنفرانس با همین میکانیزمی که ازش صحبت میاد در طی سالهای گذاشتم توی مونیخ بوده. شما از پیشینه این حرکت سالهای مثلا 2016-2017 خبر دارید که به چه شکل بوده و جامعه ایرانی اکتیویست های اون شهر کجا وایستاده بودن در کنار رفقای آلمانی؟ در 4 ساله گذشته که در مونیخ اقامت دارم، خب هر 4 سال رو از برگزاری این کنفرانس با خبر شدم و هر 4 بار هم بازوره از برگزاری تظاهرات ها و اعتراضات نیروهای چپ، نیروهای سوسیالیست، کمونیست، نیروهای ضد سرمایه‌داری، ضد میلیتاریسم و جنگ طلبی علیه این کنفرانس خبردار شدم. و خب چه سال اول، سال دوم که خب تنها بودم، ارتباطات بسیار محدود داشتم و کسی رو نمیشناختم، خب تو ذهنم به این شکل بود که اونجا باید رفت و اگر رفقایی حضور داشته باشن اونجا پیوندها برقرار خواهد شد. بالاخره به زبون انگلیسی، به زبون ترکی، مثلا زبونی که تسلط دارم، و اگر رفقای فارسی زبان اهل ایران، افغانستان هم که اونجا باشن، خب میشه از شعارهایی که میدن یا پرچمهایی که همراهشونه شناختشون و ارتباطات رو وضع کرد. 2 سال گذشته، در واقع 2017-2016، حضور به مراتب فعال تری داشتم. 2017 با پناهندگان از کشورهای مختلف، افغانستان، پاکستان، ایران، اتیوپی، سومالی، یک بلوک پناهندگی تشکیل دادیم با این شعار که پناهندگی محصول امپریالیسمه و بلوک بسیار بزرگ و قدرتمندی هم بود، در حدود بین 150 تا 200 در واقع غیر اروپایی، 150-200 غیر سفید، غیر اروپایی در وسط تظاهرات قشنگ تو چشم می اومدیم، تو ذوق همه می‌خوردیم. ما پناهنده ها به عنوان محصول امپریالیسم داشتیم علیه امپریالیسم شعار می‌دادیم.
که از حمایت و تشویق بسیار زیادی هم از طرف رفقای آلمانی برخوردار شدیم. اما تو قسمت که به سوال شما ربط داره، حضور نیروهای اهل ایران در این تظاهرات، تو این 4 سال گذشته که خودم تو مونیخ بودم متاسفانه ندیدم. البته اگر حالا بخوام به واقعیت وفادار باشم، 2014 که شخص کوهانی توی تظاهرات حضور داشت، شخص روحانی توی کنفرانس حضور داشت، یکی از جریان‌های سیاسی که حالا اسمش رو فاکتور میگیرم، از این جریان‌های سیاسی که به خودشون میگن کمونیست چپ منتها هوادار مداخلات امپریالیستی هستن، با شعار نه به حضور روحانی در تظاهرات بودن، که من رفتم تو جمعشون سلام، خب داریم با هم فارسی حرف بزنیم، که خب رفقا پرچم سرخ نه به سرمایه‌داری، اما روحانی از کنفرانس برداری بذاری بیرون که خب مشکل حل نمیشه، که با باقی کنفرانس تکلیفمون چیه. و دیدم خب نگاهشون نگاهیه که براشون مسئله فقط روحانیه و گویی با کنفرانس امنیتی هیچ مشکلی ندارن، و همین خاطر خب با اونها هم نشد همکاری همراهی اتفاق بیفته، و بغیر از اون یک بار در این 4 سال گذشته متاسفانه که جای خیلی هم تأسف داره، اما حضور پررنگی از طرف نیروهای سیاسی و در تبعید به خصوص نیروهای سوسیالیست کمونیست علیه این کنفرانس ندیدم. حالا بعد وقتی که به امسال خواهیم برگشت حتما این نقیصه یا این ضعف سال گذشته به نفعتون باشه. رفیق نرگس، شما از چهره‌هایی در آوازگری جنبش انترنسیسی یاد کردید که به واقع قابل توجه بوده، از روزا، از چگوارا، از مارکس. پرسش اینه که منظر شما فعالین ایرانی چقدر اساسا در حوزه بین‌المللی، ولی شما که در آلمان هستید و تو این حوزه فعالید، فعال منظر میشن، و اگر فعالن از چه زاویه‌ای به این عرصه فعالیتون ها نگاه میکنید؟ متاسفانه من حدود 4 سالی که در آلمان زندگی میکنم و طی این 4 سال سعی کردم واقعا با تمام گروه هایی که اینجا با هم همفکری داریم، از لحاظ فکری به هم نزدیک هستیم، همکاری بکنم. تجربه من اینجوری بوده که مثلا کنفرانس G7 که در نزدیک مونیخ برگزار شد و من در اونجا حضور داشتم، من اصلا از رفقای ایرانی کسی اونجا ندیدم. در تجربه هایی که رفیق آرش ازش صحبت کرد، همین کنفرانس امنیتی مونیخ که درش من حضور داشتم هر ساله، متاسفانه دوباره من با رفقایی که از ایران میان یعنی کسی اونجا ندیدم و غیبتشون واقعا به چشمم اومد، و نه فقط در تظاهرات هایی که سالی یک بار اینجا اتفاق میفته، بلکه در تمام جنبش هایی که در این جامعه، در جامعه آلمان اتفاق میفته، من این غیبت این نیروهای ایرانی رو که خیلی محرز هست، یعنی به چشم میبینم، چه در جنبش های دانشجویی که در آلمان اتفاق میفته، که البته خب بسیار وسیع نیستن، اینجا یک شرایطی هست که خیلی پسیبه در حال حاضر، اما خب اعتصابات کارگری که وجود داره که من به شخص خودم برای حمایت از رفقامون میرم، اعتصابات پناهجویی که از تمام کشورهایی که پناهجو خیزن و اینجا تعداد پناهجوهای زیادی از این کشورها وجود دارن و من خودم در این جنبش وجود داشتم، متاسفانه دوباره رفقای ایرانی خیلی جاشون خالی بود و نه تنها اینکه حضور نداشتن، از مدیاهایی که داشتن هم حتی برای حمایت از ما استفاده نکردن، و مشخصا مسئله اکچوئلی که در حال حاضر وجود داره در روژاوا در آفرین، متاسفانه من
خیلی دلسرد شدم و خیلی ناراحت شدم. من خودم کرد هستم و به عنوان یک کرد در کنار تمام رفقای ایرانی در تمام صفوف مبارزاتی که اینجا دارن سعی کردم حضور داشته باشم و دوست داشتم که این دلگرمی دو طرفه باشه و با هم بتونیم، همه با هم بتونیم کار بکنیم، چرا که هممون هدف یکسانی داریم وقتی یک اسمی و یک اسمی رو داریم به دنبال خودمون میکشیم. ولی متاسفانه در مورد مسئله آفرین حتی سکوت خیلی عمیقی و من شاهدش بودم، چه در فضاهای مجازی چه در تظاهراتایی که ما توی مونیخ سازماندهی کردیم با رفقای کردمون، رفقای آلمانی ترکمون، حضورشون خیلی، غیبت رفقای ایرانی خیلی به چشم می اومد و تنها جایی که من اگر به قول رفیقمون بخوام به واقعیت وفادار باشم حضور رفقامون در گ سوانسیک گ 20 که در هامبورگ تظاهرات بزرگی برگزار شد و خوشبختانه امسال این ایزولاسیون رفقای ایرانیمون شکسته شد و اونا توی بلوک اینترنشنال توی هامبورگ حضور داشتن و این برای من خیلی خوشایند بود که بالاخره یک قدمی برداشته شد. این تنها جایی بود که، البته از همه نمیخوام من صحبت کنم، چیزی که غالب هست، هستن رفقایی که بسیار پروگرسیو و پیشرو هستن و در تمام جنبش هایی که باش همدلی و همراهی دارن حضور پیدا میکنن. مرسی از توجهتون به این نکته. آرش عزیز، امسال تظاهراتی از سوی طیف‌های مختلف نیروهای چپ آلمانی سازماندهی میشه که بلوک مستقل تظاهرات رفقای ایرانی هم با شعارها و بیانیه‌های خودشون در کنار رفقای انترنسیونال آلمانی تو تظاهرات حضور چشمگیر خواهند داشت. این حرکت قراره که روز شنبه 17 فوریه در ایستگاه متروی کارل پلاتس مونیخ به انجام برسه. اساساً پرسش من اینه که ایرانی ها با چه پلتفرمی در این حرکت در کنار رفقای آلمانی هستند و مرکزی ترین شعارشون در این تحرک روز شنبه 17 فوریه مونیخ چی هست؟ پلتفرمی که مایل هستیم خودمون رو زیرش تعریف بکنیم، خب خیلی واضح توی فراخوان ازش اس بردیم. ما خودمون رو نیروهای ضد سرمایه‌داری، ضد امپریالیستی و نیروهای کمونیست تعریف میکنیم، قطعا با باقی نیروهای مخالف رژیم ایران که آلترناتیف های دیگه رو نمایندگی میکنن، خب حاشیه ها و مرزبندی هامون رو خواستیم توی فراخوانمونم رسما علنی مطرح بکنیم. شعار اصلی که میخوایم در واقع بلوک رو زیرش تشکیل بدیم، نه به رژیم جمهوری اسلامی، نه به سرمایه‌داری جهانی و نه به مداخلات امپریالیستی و امپریالیسم، و در واقع به این شکل جامع خواستیم شعار رو مطرح بکنیم که خب به شکل خیلی هم کنکریت و مستقیم بتونیم بدنه بزرگتر و وسیع‌تری از نیروهای سوسیالیست کمونیست رو خطاب قرار بدیم، نیروهایی که خب دیگه زیر این سه رکن اصلی میتونن خودشون رو تعریف بکنن، نه به جمهوری اسلامی، نه به سرمایه‌داری و نه به امپریالیسم. و خب جمعی هم که این فراخوان رو بیرون دادیم، حالا فارغ از این که بعضی از رفقا وابستگی های تشکیلاتی سازمانی هم به جریان های مختلف دارن، منتها این در واقع امضا کنندگان اون فراخوان فارغ از وابستگی های سیاسی که به جریان های مختلف داریم، خودمون رو یک کلکتیو، یک جمعی از نیروهای کمونیست ساکن مونیخ تعریف کردیم و در واقع به اسم کمیته هماهنگی اعتراض بیانیه رو امضا کردیم.
درست اطلاعیه تحت عنوان کمیته هماهنگی اعتراض علیه کنفرانس امنیت مونیخ نامگذاری شده. نرگس گرامی، شما به نکته اشاره داشتید که ذهن من رو خیلی به خودش مشغول کرد، اون این که ما به هر حال در دیما با یک خیزش بزرگ در جغرافیای ایران همراه بودیم که ازش تحت عنوان ده روز ایران را تکان داد یاد میکنن، به مصادیق اون چی که در ده روزی که در انقلاب اکتبر اینجور تو اون کتابش ازش یاد میکنن. حالا این حرکت بزرگ ایران با همه هزینه‌ای که از خودش به جا گذاشت، میزان کشته‌هایی که از خودش به جا گذاشت که جمهوری اسلامی ازش تحت عنوان خودکشی آدمایی که در زندان بودن یاد میکنه، فرانسفورودهایی که مربوط به جنبش دانشجویی میزان بالای دستگیری‌ها که هنوز از تعداد زیادی از دستگیر شدگان هیچ اثر و نام نشانی نیست، ولی فرآیند این حرکت اعتراض همچنان به قوت خودش باقیه. ما شاهد اعتراض فعالان عرصه کارگری در جاهای مختلف هستیم. جنبشی که تحت عنوان دختران خیابان انقلاب ازش یاد میشه، اونها هم به خیابان اومدن و هزینه‌هایی پرداختن، 29 نفر از اونها دستگیر شدن. ولی علل عموم خیزشتون داره توی ایران، مقاومت دیگر خلقای تحت زدن توی منطقه خاورمیانه، افغانستان، عراق، سوریه، رجاوا، فلسطین، اونها هم که خودتون رو به عنوان یک رفیق کرد معرفی کردید که زینفی در این تحرکات بزرگی که در سطح منطقه ازش هست، فکر می‌کنیم که نقش به موقعیت ما نه فقط در رابطه با این کنفرانس، بلکه علل عموم در ارتباط با عنصر مدافع از جنبش ما و همراهی و همسویی همجهتی با دیگر نیروهایی که ازش یاد کردی و خودت هم توی گفته بود بهش پرداختی، چگونه میتونه باشه؟ بله، من فکر میکنم که ماهایی که در تبعید هستیم نباید توهم این رو داشته باشیم که از اینجا میتونیم نسخه بپیچیم برای جامعه‌ای که باهاش هیچ ارتباط ارگانیکی نداریم، مشخصا جامعه ایران اگر من بخوام الان برای مثال ازش استفاده بکنم، بلکه تأثیری که ما میتونیم بذاریم تأثیریه که میتونیم در جامعه‌ای که در اون حضور داریم و پیوند ارگانیک داریم با اون جامعه بذاریم. یعنی مثلا اگر من بخوام بخوام از آلمانی که در اون دارم زندگی میکنم صحبت کنم، اینه که من بتونم اینجا تاثیر بذارم، اینه که من بتونم در یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشورهای امپریالیستی که درش حضور دارم بتونم تاثیر در این جامعه بذارم. و اگر میخواهیم، یعنی اگر خود من به شخصه و رفقای دیگه اگر میخوایم تأثیری روی مبارزات در ایران بذاریم، میبایستی برای تغییر ساختار و سیستم در اینجا خودمون رو سازماندهی کنیم، چون که تغییر رادیکال در اینجا در یک ارتباط متقابل و در یک ارتباط متقابل با شرایط در ایرانه و روی شرایط و تحولات ایران و کلا منطقه میتونه تأثیر بذاره. بنابراین مثلا من فکر میکنم خیلی مهمه که ما اینجا در جنبش هایی که اتفاق میفته حضور پیدا کنیم، جنبش هایی که من قبل ایسال سال قبلی بهش پرداختم، دانشتی جنبش هایی که جنبش زنان جنبش پرداختی جنبش پایگران که بتونیم این حمایت دو طرف رو دریافت بکنیم. مثلا اینجوری نباشه که چیزی که من متاسفانه اینجا میگم اغلب نه همه شاهدش هستیم، اگر اتفاقی به ایران شخصم مربوطه رفقای ما انتظار دارن که در رفقای آلمانی و رفقایی که از جاهای دیگه میان باشون همراهی بکنن، ازشون دنبالت بکنن، کما اینکه خیلی از رفقای ما حمایت بکنن به در مقابل اگر در خود آلمان اتفاق میفته و یا در رابطه با کشورهای دیگه در اینجا جنبشی حمایتی چیزی اتفاق میفته، متاسفانه غیبت رفقای ایرانی خیلی به چشم میاد و حمایت نمیکنن و این نمیتونه یک طرفه باشه، چون که اگر یک طرفه باشه فکر میکنم یک محدوده زمان کوتاهی رو با خودش داره و بعد از یه زمان رفقا دیگه همراهی نخواهند کرد، چرا که خب اونها هم این یک ارتباط متقابله و یک طرفه نمیتونه انجام بگیره. و برای مثال در مورد ایران دوباره اگه بخوام مثلا مبارزه علیه زیمنس اینجا، یعنی دفاع از فعالین سیاسی در ایران که با تکنولوژی زیمنس در ایران
مورد تحت فشار و بازی و تمام این فشارهایی که اونجا متحمل میشن قرار گرفت. ما باید اینجا پیدا کنیم که چه چیزی رو میتونیم با مبارزات اونجا پیوند بدیم و اینجا نقش خودمون رو ایفا بکنیم، کما اینکه مسلما بعد از مبارزات اونجا هم به طور غیر مستقیم میتونیم تاثیر بذاریم و از این تاثیر غیر مستقیممون هم استفاده کنیم و حمایت کنیم از جنبش های اونجا. از آرش عزیز این پرسش رو دارم که به گمان شما برای تقویت این بلوک مستقل که فراتر از سازمان باید موجود خود تعریف کنه، در واقع اساسا کمیته هماهنگی یا بلوک مستقل تحرک فراگونی و فراسازمانی، ولی تقویت اون با توجه به میثاقهایی که براش به درستی برشمردی که در رابطه با سرمایه‌داری جهانی در رابطه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و مسئله مداخله امپریالیستی و همینطور در دفاع از آزادی، برابری و دموکراسی بخواد قدم های اساسی برداره، چه انتظاری دارید در خود آلمان و فکر میکنید که آیا میشه این بلوک رو در سطح کشورهای دیگر هم به شکل زنجیره‌ای ایجاد کرد یا نه؟ یعنی ارزیابی دارید از این؟ خب قطعا یه محاسبات و ارزیابی هایی داشتیم به نسبت در واقع ایمیل هایی که فرستاده شده، جواب هایی که دریافت شده در سطح چند رسانه کوچیک در واقع اینترنتی که داشتیم و پخش کردیم، کامنت هایی که خونده شده، تعداد اشتراک هایی که مطالب گذاشته شده، یه جمع‌بندی مختصر خیلی کلی داریم. ولی خب انتظار غیر واقعی هم از خودمون نداریم، چون بالاخره نیروهای شناخته نشده ای هستیم. مشخص رو این موضوع علیه کنفرانس امنیتی مونیخ اولین باریه که یه همچین تجربه سازمان دهی رو میخوایم تجربه بکنیم. به همین خاطر در عمل چه پیش خواهد آمد شنبه به شکل عینی باهاش روبرو خواهیم شد، منتها محاسبه خودمون به این شکلی که در یک قالب یک بلوک بین 50 تا 70 نفر ما راهپیمایی بکنیم. از نقطه نظر خود من کمیت آنچنان اهمیتی نداره، که کیفیتی که به جا میذاریم برامون مهمتره، با اون یک دستاورد، با اون یک تجربه‌ای که میشه به اون کیفیت اتکا کرد، استناد کرد و برای تحولات جاری آینده ازش استفاده کرد. این کنفرانس اولین و آخرین کنفرانس نخواهد بود. همچون خاورمیانه، همچون ایران که آبستن حادثه های خیلی جدی هستند، اروپا هم آبستن حادثه های خیلی جدیه از لحاظ سیاسی و اجتماعی، به خصوص بحران سرمایه‌داری جهانی در واقع به این. برای مثال همین آلمانی که ساکت ترین فضا رو در 7 سال گذشته پشت سر گذاشته تو موج جهانی بحران، که یونان رو در بر گرفت، ایتالیا رو در بر گرفت، پرتغال، اسپانیا، بغل گوش آلمان، بلژیک، هلند، فرانسه، اعتصابات عظیم کارگری، اعتصابات سراسری، ولی آلمان مثل یک جزیره خوش آب و هوای ساکت تکون نخورده. منتها این سوپاپ اطمینان در واقع آلمان هم تا یک جایی نقشش رو ایفا خواهد کرد. آلمان هم فضاش آبستن تحولات خیلی جدیه و معتقدم که چنین اقداماتی در واقع شبیه همین کاری که شمه میخوایم انجام بدیم
میتونه ارتباطاتی رو به وجود بیاره، پیوندهایی رو رقم بزنه که حداقل برای تحولات پیش رو آماده باشیم. یه مثال مشخص بخوام بزنم، اتفاقی که در دی ماه در ایران افتاد، بسیاری از نیروهای چپ رو در شوک فرو برد. چرا؟ چون تحلیل مشخص از شرایط مشخص نداشتن، چون اصلا منتظر اصلا یه همچین انفجار اجتماعی نبودن. درست. ما اگر یک چنین تحلیل هایی رو از قبل داشته باشیم و یک محاسباتی رو از آینده‌ای که در پیش رومون داریم داشته باشیم به شکل حتی میانگین، وقتی اتفاق بیفتد دیگر سورپریز نخواهیم شد. یک حداقل آمادگی هایی رو از قبل ایجاد کرده ایم، یک حداقل سازماندهی هایی به وجود اومده. از همین منظره که من به بلوک شنبه نزدیک میشم. خیلی عالیه. فقط این نکته رو بگم که درسته که از ثبات آلمان ثبات نمیاری، ولی همین کنفرانس امنیتی که در مونیخ برای تشکیل میشه، همه ی وجوه در واقع مالیش خود دولت فخیمه آلمان تامین میکنه. روزنامه زوتویچه تفکر توی 31 دسامبر 2014 میگه که دولت آلمان از طریق کانال های مختلف از جمله وزارت دفاع و بخش مطبوعاتی دفتر صدراعظم مبلغی بیش از 1 میلیون یورو برای همایش تحت پوشش بخش خصوصی کمک نقدی هزینه میکنه و این همچنان ادامه داره. 2014 2015 2016 17 الان تو 18 این ایبسایی که باز سالهای پیشی رو شاهدش باشه. از شما رفقا به خاطر اینکه دعوت من رو برای گفتگو با تلویزیون رایزاگر من یه چیز کوچولو بگم. هم بحثی که مطرح کردیم آرش چیزی که گفت فکر میکنم بیس مادی داره، برای اینکه دولت آلمان بعد از سالها برای اولین بار هنوز دولت کابینه دولت تشکیل نشده، اینجا هم داره، یعنی اون ثبات. بله از این لحاظ درسته. حالا به هر حال از شما که دعوت من قبول کردید ممنون و سپاسگزارم. تلویزیون رایزاگر خودش رو صدای بی‌صدایان معرفی میکنه و مطمئن باشید که هر کجا که تحرکی از جانب نیروهای آزادیخواه، نیروهای چپ و کمونیست در رودرویی با امر سرمایه، در رودرویی با نگاه رژیم چنج برای تحقق هر سن از برابری و آزادی توی ایران در برابر خود کلیت نظام جمهوری اسلامی، تمام امکان خبری شده اختیار اون دست از روها خواهد داشت. خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. باشی که باز هم بتونیم از نتایج کار روز 17 فوریه برای بینندگان تلویزیون رای کارگر با شما یا رفقای دیگری که آمادگی دارن بعد از شنبه هم صحبت داشته باشید. شاد و سربلند باشید. ممنون، متشکر. شبتون بخیر. شب و روز بینندگانم خوش و ما هم ممنون و خوشحال شدیم که دعوت از سوی شما انجام شد و در این میزگیت حضور داشتیم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه روز جمعه میرسیم. برنامه بعدی ما رو روز یک شنبه از همین کانال و همین ساعت خواهید دید. تا روز یکشنبه اوقات خوشی رو برای شما آرزو دارم. شاد و پیروز باشید.